آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. به نام خداوند بخشاینده مهربان، تماشاگران ارجمند، دوستان نهایت گرامی، بازم در حضور شما قرار داریم و نگاه روز دوشنبه 18 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 9 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم. در آغاز بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان تقدیم میگردد که شامل تبصره های از مجله تایم، روزنامه یو اس ای تودی، فارن افیرز، شبکه تلویزیونی سی این این و همچنان تبصره از وار این راکس و در اخیر هم در صورت که وقت ایجاب کنه یا وقت داشته باشیم بازم تبصره از فارن افیرز را خدمت شما پیشکش میکنیم. و در بخش روزنامه ها و جراید داخلی بخش از تبصره های ویسا، هشت صبح، سرخط و دنیا را برای شما انتخاب نموده ایم. اکثر رسانه های غربی در مورد توقف گفتگوهای صلح در افغانستان مطالبی را منتشر کردند. از جمله مجله تایم در یک عنوان درشت می نویسد که رئیس جمهور ترامپ در پیام تویتر روز یکشنبه خود اعلان کرد که او ملاقات محرمانه خود را با رهبران مهم طالبان و همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن لغو کرد و گفتگو با طالبان را متوقف ساخت. به قول تایم این پیام رئیس جمهور شگفت‌انگیز بود، چون این معنا را می‌رساند که او آماده بود تا چند روز پیش از سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا از طالبان پذیرایی کند. تایم می نویسد که به دنبال این حملات نیروهای امریکایی به افغانستان یورش بردند، چون گروه طالبان بر رهبران شبکه القاعده که مسئول این حملات تروریستی بودند پناه داده بود. روزنامه علاوه می کند که در جنگ 18 سال گذشته در افغانستان بیش از 2400 سرباز امریکایی جان باختند. تایم علاوه می کند لغو گفتگو خلاف تعهد ترامپ است که گفته بود 13 تا 14 هزار سرباز باقی مانده امریکا در افغانستان را فرا می خواند و به نقش امریکا در این جنگ 18 ساله نقطه پایان می گذارد. مجله می نویسد زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بعد از چندین ماه گفتگو با طالبان در این اواخر گفت که برای پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ خارجی امریکا در آستانه یک توافق با طالبان قرار دارد. اما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به گفته تایم زیر فشار حکومت افغانستان و برخی اعضای کنگره به شمول حامی خود سناتور لنسی گراهام قرار داشت که به طالبان اعتماد ندارند و خروج قوای امریکا از افغانستان را قبل از وقت میپندارند. در این حال روزنامه یو اس ای تودی در تبصره می نویسد که وزیر خارجه امریکا می گوید گفتگو با طالبان در حال حاضر از بین رفته است. بنوشته روزنامه در این حال طالبان هشدار می دهند که تصمیم امریکا مبنی بر متوقف ساختن گفتگو منجر به کشته شدن سربازان امریکایی بیشتر خواهد شد. یو اس ای تودی از مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا نقل قول کرده که به سی این این گفته است طالبان سعی کردند تا از طریق راه اندازی حملات تروریستی در کشور یک امتیاز دیگر در مذاکرات کسب کنند. او علاوه کرد که حمله روز پنجشنبه طالبان در کابل که در نتیجه آن 12 نفر به شمول یک سرباز امریکایی کشته شدند رئیس جمهور امریکا را واداشت تا نشست مهربانه با رهبران مهم طالبان و اشرف غنی در کمپ دیوید را لغو نماید. و
پمپیو علاوه کرد این منطقی نبود که به خاطر چنین یک روش بد به طالبان پاداشی داده شود. به نوشته روزنامه وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است که اگر طالبان حسن نیت خود را ثابت سازند، از جمله خشونت را کاهش دهند و رابط خود را با القاعده و سایر گروه های تروریستی قطع نمایند، در آن صورت امکان دارد گفتگو با آنها اثر گرفته شود. در این حال روزنامه فارن افیرز در مقاله مبسوطه در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می نویسد: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال حاضر برای 28 ماه سپتامبر برنامه ریزی شده است، اما افغانها در مورد اینکه آیا انتخابات برگزار شود یا خیر اختلاف دارند. اشرف غنی نامزد پیشتاز می خواهد که انتخابات را برگزار کند تا بتواند برای رهبری مذاکرات آینده تجدید صلاحیت نماید. طالبان در پی لغو انتخابات هستند، زیرا آنها انتخابات را محصول نامشروع اشغال پسا 2001 افغانستان میپندارند و سایر رهبران افغانستان و بویژه حامد کرزی رئیس جمهور سابق امیدوارند که انتخابات را لغو یا به تأخیر اندازند، زیرا از نظر آنها سال یک اولویت بزرگتر است. آنها حراس دارند که انتخابات مملو از تقلب و خشونت باشد که حق هم دارند. فارن افیرز در بخش دیگری از مقاله مبسوط خود می نویسد: اما انتخابات حالا چنان نزدیک است که لغو آن عملی نیست. با آن هم طرف ها احتمالاً در اولین روزهای مذاکرات بین الافغانی به بحث و مشوره در مورد این مسئله خواهند پرداخت. چه انتخابات ادامه یابد، چه متوقف شود؟ مردم افغانستان باید در مورد روند برای انتقال طالبان به سیاست جریان اصلی افغانستان مذاکره کنند. غنی میخواهد که حکومت فعلی افغانستان اداره و رهبری هر گونه انتقال را در دست داشته باشد، اما طالبان و بسیاری از رقبای غنی میخواهند که یک دولت موقت ایجاد شود. رهبران افغانستان در هر دو حالت باید مشخص کنند که چه سمتهایی برای نمایندگان طالبان مذرت میخواهیم، که چه مقامهای یا سمتهایی برای نمایندگان طالبان قابل دسترس خواهد بود. مذاکره کنندگان همچنان باید در مورد این که وظیفه اصلی دولت موقت چه باشد به توافق برسند. به عنوان مثال، بررسی قانون اساسی، تدوین برنامه برای ادغام جنگجویان در جامعه و اصلاح نیروهای امنیتی می تواند از وظایف اصلی دولت موقت باشد. و سرانجام رهبران افغانستان باید در مورد چگونگی و دوره‌ای که در آن گذار اتفاق می افتد و نیز چگونگی پایان دولت موقت از طریق انتخابات یا نشست ملی برای انتخاب جانشین به توافق برسند. فارن افیرز می افزاید: هدف اصلی بیشتر رهبران غیر طالب در افغانستان می باشد که مذاکره برای آتش بس پایدار را دنبال خواهند کرد. طالبان همانند بیشتر گروه های شورشی درگیر با دولت ها، خشونت را منبع اصلی قدرتشان می دانند. بنابراین آنها انگیزه دارند تا آتش بس دائمی را تا زمان حل شدن مسائل سیاسی به تعویق بیندازند. فارن افیرز علاوه می کند این بدان معناست که هرچند تقریبا همه افغانها خواهان پایان فوری درگیری هستند و خلیلزاد نیز تاکید کرده است که آتش بس باید بخشی از توافق نهایی باشد، پس شروع یک آتش بس واقعی ممکن است تا آغاز یک دوره انتقال طول بکشد. در مذاکرات آینده بین الافغانی که صورت نگرفت، میخواستند روی موضوعات فوق صحبت کنند. پرسش های اساسی که جنگ در آن ریشه دارد باید مطرح میشد. پرسش هایی که مربوط به آینده افغانستان و جنگ طولانی مدت در این کشور و شروع دوباره این کشور برای بازسازی پس از نزدیک به 40 سال جنگ داخلی. حل کامل این پرسش ها ممکن است سالها به طول بکشد، اما یافتن نقاط مشترک برای یک روند صلح موفق حیاتی خواهد بود. شاید اساسی ترین سوال مربوط به تشکیل دولت موقت باشد. نظام دموکراتیک پس از 2001 افغانستان با همه نواقصی که دارد تقریبا برای همه افغانها قابل قبول است، هرچند رهبران طالبان به ندرت خواستار بازگشت امارت و
قوانین سختگیرانه ایشان هستند، اما آنها مشروعیت نظام پسا 2001 افغانستان را رد میکنند و اصرار میورزند که آن را با بدیل اسلامی تر جاگزین کنند. در دوران امارت طالبانی نسخه سختگیرانه از شریعت تحمیل شده بود و طالبان انتخابات را ممنوع کرده بودند. فرانا فیرس اعلام میکرد در صورتی که طالبان سازش در این مورد را امکان پذیر بدانند، شاید نسخه ترکیبی از نظام سیکولار مذهبی مشابه به نظام ایران را پیشنهاد دهند. در ایران روحانیون غیر منتخب مسئول نظارت بر کارکرد مقامات منتخب هستند. اگر چنین شود، با گفته فارن افیرز، مهمترین بحث در کل مذاکره ممکن است بر سر صلاحیت رهبران منتخب و رهبران مذهبی باشد. در این حال آرون دیوید میلر از مسئولان وزارت خارجه و مذاکره کننده امریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر لغو نشست محرمانه با سران طالبان در کمپ دیوید، همچنین سایر ماجراجویی های رئیس جمهور در بخش دیپلماسی توییتری و واقعا تعجب برانگیز است. مکان دستیابی به توافق در مذاکرات کم است. به نظر من دونالد ترامپ به جای آن که خودش برای مذاکره با گروه طالبان اعلام آمادگی میکرد، باید مقامات دیگر مانند وزیر خارجه یا مسئولان وزارت خارجه یا نماینده ویژه خود را مسئول مذاکره با این گروه میکرد. آرون دیوید میلر، مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام میکند واقعیت این است که گروه طالبان اهرم‌های زیادی در مذاکره با دولت آمریکا در اختیار دارد، چون گروه طالبان موافق شده است که در دولت افغانستان دو دستگی ایجاد کند و موقعیت خود را در داخل افغانستان بنوشته CNN به گزارش CNN تقویت بخشد، به نحوی که بتواند حملات مانند حمله اخیر را در کابل انجام بدهد. CNN در گزارش های ویدیویی خود اعلام می کند با توجه به این واقعیت، به نظر من اگر ما با گروه طالبان درباره خروج از افغانستان به توافق برسیم یا جدول زمانی برای خروج از افغانستان تعیین کنیم، این توافق خوبی نخواهد بود. به نظر من، یعنی دیوید میلر میگه، دولت آمریکا باید به جای گفتگو درباره توافق خروج در راستای توافق صلح صحبت بکند. شیوه و چارچوب مذاکرات با طالبان بگونه است که به تحریک و تشویق این گروه منجر می شود. به نظر دیوید میلر، حتی افراد مانند جان بولتن و مایک پامپیو هم به تدریج به این درک می رسند که اگر توافق با طالبان به شکل کنونی محقق بشود، خلاها و نقصهای زیادی خواهد داشت. موضوع ما با طالبان دستیابی به توافق خوب یا بد نیست، مسئله با طالبان دستیابی به توافق بد و بدتر است. به نظر من هم رئیس جمهور آمریکا هم دولت وی خواهان خروج آمریکا از افغانستان هستند و میخواهند این هدف به سرعت قبل از پایان دور اول رئیس جمهوری ترامپ تحقق یابد. CNN اعلام میکند ترامپ قصد دارد با تحقق این هدف برای دهندگان آمریکایی اعلام کند که وی توانسته است اقدامی را انجام دهد که دولت نتوانسته بود به انجام برساند. در این حال سایت اینترنتی War in Rocks در مطلب بارد احتمال ایجاد شگاف در بدنه طالبان توسط شاخه خراسان داعش، آن را گزافه‌گویی می‌داند و تأکید می‌کند که طالبان از هر وقت دیگری در زمان سقوطش در سال 2001 منسجم‌تر شده‌اند. این پایگاه اینترنتی از دلایل یک پارچگی طالبان به عوامل چون تدابیر تنبیهی و حذف مخالفان، حرفه‌ای شدن ساختار نظامی و رهبری این گروه، بازگشت به حکومتداری در قالب دولت سایه و تغییر روابط با پاکستان نام برد. در ادامه این مطلب آمده که طالبان از اولویت‌های نظامی خود را مبارزه با گروه تروریستی داعش عنوان کردند. این پایگاه اینترنتی به نقل از چند ناظر بین‌المللی بحران افغانستان نیز نوشته است که در دو ماه نخست سال 2019 میلادی
تمرکز درگیری های طالبان بیش از نیروهای امنیتی افغان بر حمله بر مواضع داعش بوده است. این در حالی است که امریکا به حمایت از داعش علیه طالبان متهم است و بر اساس گزارش های متعدد هنگام حملات طالبان علیه داعش در شرق افغانستان هلیکوپترهای امریکایی بارها به کمک عناصر داعش شتافته و آنها را از محاصره طالبان نجات دادند. و در پایان بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان باز هم مقاله دیگری داریم از فارن افیرز به قلم جان والش. فارن افیرز از قول جان والش می نویسد: به نظر می رسد که ایالات متحده پس از ماها مذاکره پشت درهای بسته در دوحه قطر به نهایی کردن توافقنامه با طالبان نزدیک است. توافقنامه‌ای که می تواند به جنگ 18 ساله واشنگتن در افغانستان پایان بخشد. به اساس این توافقنامه ایالات متحده در ازای تعهد طالبان به سرکوب گروه های تروریستی و آغاز مذاکرات صلح با هموطنان افغانشان نیروهایش را از افغانستان خارج می کند. فارن افیرز اعلام می کند این توافق بحث انگیز و نهایت جنجالی کار آسان نیست. حامیان آن که من یکی از آنها هستم، با نوشته فارن افیرز این توافقنامه را نسبت به وضع موجود یعنی بنبست خونین ترجیح می دهد و آن را یک گام ضروری در جهت رسیدن به هر گونه توافق میان افغانها برای پایان دادن به این جنگ می پندارند. جان والش علاوه می کند منتقدان آن نگران هستند که این توافقنامه یعنی فروختن افغانها و تسلیم شدن در برابر طالبان. آنها معتقدند که این توافق حاصل اعتماد ساده لوحانه به گروه تندرو است و برای ایالات متحده به عنوان پوشش برای خارج کردن نیروهایش از افغانستان عمل می کند. امریکای ترامپ صرف نظر از این که آیا به لحاظ دیپلماتیک یا نظامی درست است یا خیر خواهان آن است، اما در نهایت هیچ توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده تعیین کننده آینده افغانستان نخواهد بود. گفتگو با طالبان، حکومت افغانستان و سایر طرفهای افغان به مراتب مهمتر از مذاکرات و توافق ایالات متحده و طالبان است. انتظار می رود که این گفتگوها به زودی پس از اعلام توافق امریکا و طالبان مجددا آغاز شود. بنابراین مهمترین امتیازی که زلمه خلیزاد مذاکره کننده اصلی امریکا از طالبان گرفته است، وعده این گروه به خودداری از حمایت از تروریسم نیست، بلکه توافق این گروه به مذاکره با سایر افغان هاست. امریکا طالبان سالها از انجام آن خودداری کردند و گفتند که تا جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی مشخص نشود حاضر نخواهند شد. اگر خلیزاد آنطور که گزارش شده است در مورد یک برنامه زمانی مشروط برای خروج مذاکره کرده باشد، خروج واقعی نیروهای امریکایی مشروط به حسن نیت طالبان به ادامه این مذاکرات خواهد بود. اگر مذاکرات بین الافغانی موافقت آمیز باشد، ثبات در افغانستان امکان پذیر است و توافق بین امریکا و طالبان یک مقدمه ضروری برای آن خواهد بود. اگر مذاکرات بین الافغانی شکست بخورد، توافق اولیه امریکا و طالبان ممکن است هیچ شود. مهمترین مرحله روند صلح افغانستان تازه آغاز شده است. فارن افیرز علاوه می کند ماموریت اصلی مذاکرات بین الافغانی ترسیم یک دوره گذار خواهد بود تا به جنگ پایان دهد و طالبان را وارد نظام سیاسی افغانستان کند. این امر ایجاب می نماید تا طرف های افغان از ابتدا به سه مسئله بپردازند: انتخابات رئیس جمهوری پیشروی افغانستان، مکانیزم دقیق برای ادغام طالبان و آتش بس. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، از بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان که بگذاریم، میرسیم به روزنامه معذرت میخوام میرسیم به بخش روزنامه ها و جراید داخلی که اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی و تحلیل موضوعات مختلف پرداختند. از جمله روزنامه ویسا. روزنامه ویسا کشته شدن 4 برادر در ولایت ننگرهار در پی عملیات نیروهای امنیتی ملی را جنایت جنگی خوانده است. ویسا به نقل از اعضای شورای ولایتی ننگرهار نوشته که این بار اول نیست نیروهای امنیت ملی افراد غیر نظامی را هدف قرار می دهند، بلکه پیش از این نیز در این ولایت افراد غیر نظامی کشته شدند. نویسنده مطلب در ادامه نوشته است که اعضای شورای ولایتی این ولایت
خواهان جلوگیری عملیات خودسرانه و بازداشت افراد غیر نظامی هستند. و اما روزنامه هشت صبح، روزنامه هشت صبح با اشاره به استعفای محمد معصوم استانکزی رئیس سابق امنیت ملی، موضوع اصلاحات در نهادهای امنیتی را مطرح کرده است. هشت صبح استعفای استانکزی را مهم دانسته و نوشته است که برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح ایجاب میکند که در نهادهای امنیتی افغانستان اصلاحات به میان بیاید. هشت صبح حملات انتحاری و انتقال مواد منفجره به کابل و شهرهای بزرگ را ناشی از ضعف‌های استخباراتی دانسته است. و اما روزنامه سرخط در مطلب نوشته که امریکا در پی فریب خود و افغان هاست. روزنامه سرخط که تقریبا ارگان نشراتی تیم دولت ساز است، در ادامه مطلب خود اعلام میکند از زمانی که گفتگوهای مستقیم امریکا با طالبان آغاز شده، این کشور تلاش می‌ورزد که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند و با طالبان به نام صلح توافق نماید که به جای ثبات باعث بی‌ثباتی و رفتن به جنگ خواهد شد. سرخط اعلام می‌کند که تا حال امریکا موضعی روشنی در قبال اوضاع افغانستان روی دست نگرفته است. در ادامه مطلب آمده است امریکا از یک سو تاکید بر پایان جنگ افغانستان دارد و می‌خواهد هر چه زودتر جنگ از راه گفتگو حل شود، از سوی دیگر از ادامه جنگ به نیروهای افغان در دراز مدت اطمینان می‌دهد. سرخط از قول تحلیلگران نوشته که امریکا در جریان 10 ماه مذاکره صلح با طالبان نه تنها افغانها را فریب داده بلکه خود را هم فریب داده است. و روزنامه دنیا از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی شکایت نموده. روزنامه دنیا از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی در مورد برخی مسائل انتقاد کرده و نوشته که رهبران حکومت با موضوع صلح برخورد مسئولانه نمی کنند. دنیا اعلام می کند رهبران حکومت وحدت ملی با قضایای کشور از دیدگاه اداره فعلی و ادامه قدرت خود میبینند. نویسنده مقاله نوشته که برخورد غیر مسئولانه حکومت وحدت ملی موجب شده تا تلفات غیر نظامیان در اثر حملات هوایی و حملات گروه طالبان افزایش یابد. خب دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با وجود که امروز باید روی موضوعات دیگه هم صحبت میکردیم، از جمله اون چی به نام هفته شهید در افغانستان خوانده میشه و شهادت یکی از افسران نیروهای نظامی افغانستان توسط افراد غیر مسئول ولگرد، اما از آنجایی که موضوع صلح افغانستان مهمتر از این گزارش دردناک است، خواستم تا مکس کنم باز هم در مورد مذاکرات صلح افغانستان، شرایط فعلی، سرنوشت افغانستان و وضع مردم افغانستان و اینکه آیا انتخابات برگزار خواهد شد یا نه. همه شاهد هستیم که در جریان یک سال گذشته، تقریبا 9 ماه تا 10 ماه گذشته، مذاکرات مستقیم میان زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا و طالبان آنچه جهت رسیدن به صلح در افغانستان خوانده شده. دونالد ترامپ عمدتا شنونده پیام های فرستادهش، یعنی آقای زلمه خلیلزاد بود. و اینکه میگویند خلیلزاد خودش هرچه که دلش میخواست انجام میداد کار درست نیست، بلکه در هر هفته یا هر 10 روز یا هر چند روز آقای خلیلزاد سر به واشنگتن میزد و گزارش کار خود به اولیای امور به اصطلاح میرسند. منظور دفاع از خلیلزاد نیست، منظور دفاع از واقعیت هایی است که ما در طول 9 ماه گذشته دیدیم. و در عصر اینترنت و تکنولوژی هم کار ساده نیست که خلیلزاد پس از هر دور مذاکره یا مذاکرات خود با طالبان او را گزارش میداد به خسرو سفید و یا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است. به نظر این جانب، در پس تصمیم اخیر آقای ترامپ مبنی بر تعلیق مذاکره یا مذاکرات با طالبان چیزهای دیگری نهفته است. ترامپ با آنکه پیش از این
توییت های در مورد مذاکرات صلح با طالبان منتشر کرده بود، اما هیچ یک این توییت ها مداخله شخصی و مستقیم و در مذاکرات صلح نبود، در حالی که هر روز یا هر شب او در جریان مذاکرات یومیه یا روزمره قرار می گرفت. وی بر اساس گزارش های فرستادهش زلمه خلیلزاد از پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی می کرد. و اما در روزهای اخیر دو طرف پس از 18 سال نبرد بیش از هر زمان دیگری به سال نزدیک شده بودند. مذاکراتی که سردرگمی، امید و ناامیدی را به افغانستان آورده بود، اما سردرگمی ها به پیمانه بالاتری بود. 19 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هنوز مبارزات انتخاباتی رنگ و بوی واقعی به خود نگرفته است و کمیسیون انتخابات افغانستان 95% کارمندان موقتش را هنوز استخدام نکرده است، یعنی اینکه حکومت هم کار خانگی خود را انجام نداده است. برخی نیز به روزهای آینده خوشبین بودند. با همه این خوشبینی ها همزمان با مذاکرات نبردهای طالبان در شمال و غرب کشور افزایش بی سابقه داشت. در کابل حملات انتحاری یک پی دیگری منجر به خط نظامیان و غیر نظامیان شد و خبرهای سقوط و پس گرفتن ولسوالی ها یکی پی دیگری در رسانه ها منتشر شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور متلون مزاج و رئیس جمهور یکتاز امریکا، صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان در یک رشته توییت ها تمام پیشبینی ها و معادلات جاری را موقتا برهم زد. به روز پنجشنبه هفته گذشته خبر بر رسانه ها در مورد سفر قریب الوقوع اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت 12 نفری در جریان دو روز آینده به امریکا و دیدارش با دونالد ترامپ درس کرد. در همان روز وقوع یک حمله انتحاری بر موتر حامل سربازان خارجی در منطقه ششترک شهر کابل، یک سرباز امریکایی، یک سرباز رومانیایی و ده نظامی و غیر نظامی افغان را کشت و 42 غیر نظامی را زخمی ساخت. و ایره هم باید خدمت شما عرض کنم، قبل از روز پنجشنبه این جانب به روز دوشنبه گذاشته خبر مسافرت آقای غنی را به امریکا خدمت شما اعلان کرده بود. شاید به حواله یکی از روزنامه ها بود و یا به یعنی چیزی نبود که ساخته و پرداخته خودم بوده باشه و ما حالا به او بنازم و افتخار کنم که ببینیم که ما فهمیده بودم که اشرف غنی امریکا میره. نخیر، من در جای خوانده بودم و در بخش روزنامه ها و جراید خارجی هم خدمت شما اعلان کردم که آقای غنی قرار است به زودی عازم امریکا شود. بر صورت میریم به سراغ یک گزارش ویدیویی که همکار ما خانم نظیره کریمی آن را برای شما تهیه کرده است. البته پس از این که این گزارش ویدیویی را مشاهده کردیم، بازم برمیگردیم و به صحبت امروز میپردازیم. با ما باشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در اعتراض به حمله روز پنجشنبه طالبان در کابل، روند گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف کرد. ترامپ همچنان دیدار سری برنامه‌ریزیش با رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان طالبان در کمپ دیوید را نیز لغو کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، شام شنبه در پیام‌های توییتری گفتگوی برنامه‌ریزیش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در کمپ دیوید مریلند را لغو کرد. قرار بود آنان امروز یک شنبه دیدار کنند. او نوشته قرار بود با نمایندگان ارشد طالبان و رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه به طور جداگانه و سری در کمپ دیوید ملاقات کنم. او افزوده آنان امشب به ایالات متحده ای امریکا می آمدند. بدبختانه آنان، یعنی طالبان، به حمله در کابل یکی از سربازان بزرگ ما را کشت و 11 نفر دیگر را زخمی کرد، اعتراف کردند. من فوراً دیدار را لغو و گفتگوهای صلح را متوقف کردم. روز پنجشنبه هفته گذشته یک موتر بمبگذاری شده از سوی طالبان در کابل، یک سرباز آمریکایی، یک خدمه رومانیایی و 10 فرد ملی را کشت. این بمبگذاری یکی از چندین مواردی بود که در جریان گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده آمریکا با طالبان در مناطق مختلف افغانستان رخ دادند. ترامپ در حال این تصمیم را میگیرد
که وعده کرده بود در صورت موفقیت گفتگوهای صلح 13 تا 14 هزار سرباز باقی مانده اش را از افغانستان خارج کرده و جنگ 18 ساله امریکا در این کشور را پایان دهد. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان پس از 9 دور گفتگو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر اعلام کرده بود که کار آنان در زمینه امضای یک توافقنامه نهایی شده است. اما این توافقنامه باید از سوی رئیس جمهور ترامپ مورد تایید قرار می گرفت. قبلا مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا گفته بود که در پای این موافقتنامه امضا نخواهد کرد. با گزارش رسانه های غربی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در این زمینه تحت فشار از سوی دولت افغانستان و شماری از قانوندانان امریکایی از جمله سناتور لینزی گراهام یکی از عامیانش قرار دارد. او به تعهدات طالبان باور ندارد و اظهار داشته که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان قبل از وقت است. ظرف 2 هفته گذشته 4 سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور امریکا در واکنش به این رویدادها در صفحه توییترش نوشته چه کس این تعداد مردم را میکشند تا اینکه ظاهراً موقعیت چند زنی خود را تقویت کند. ترامپ علاوه کرده در صورتی که آنان نمیتوانند در طول مذاکرات مهم صلح با آتش بس توافق کنند و حتی 12 انسان بیگانه را به قتل میرسانند احتمالاً آنان به هیچ وجه قدرت مذاکره برای توافق مؤثر را ندارند. تا هنوز معلوم نیست که آیا واقعا مذاکرات صلح امریکا با طالبان کاملا لغو و یا متوقف شده است. وزارت امور خارجه امریکا و کاخ سفید از پاسخ به پرسش های خبرنگاران در این مورد خودداری کردند. دولت افغانستان نیز تا هنوز در این زمینه موضع‌گیری‌اش را اعلام نکرده است. سعید شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این یک مسئله سیاسی است، منتظر نظر رهبرانشان در این زمینه هستند. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، کاخ سفید، واشنگتن دی سی. بر صورت آنچه لاینحل است و در نزد همه مستور و نامعلوم سرنوشت آقای غنی است. اینکه آقای ترامپ دیدار با رهبران طالبان را لغو کردن درست است، کار خوب انجام دادن، اما آقای ترامپ به چه دلیل مسافرت آقای غنی را هم به حال تعلیق درآورده است؟ رئیس جمهور افغانستان در جریان مصاحبه با ترونیوز به جواب سوال آقای نجفی زاده گفته بود که در مدت 5 سال یک یا 2 بار با آقای ترامپ ملاقات داشته. چنین می نمایاند که روابط ایالات متحده امریکا با افغانستان گفته نمیتونم با آقای غنی واقعا به سردی گراییده است. سرنوشت نامعلوم رئیس جمهور افغانستان هم در حاله از ابهام قرار دارد. قانونن ما امیدوار هستم که طرفدارای آقای غنی از ما آزرده نشن، اما اگر به سراغ قانون بریم و همین قانون اساسی را قبول کنیم که باید قبول کنیم، دیگران نداریم. جناب رئیس جمهور افغانستان یک رئیس جمهور است که نامشروع تشریف دارن، یعنی اینکه نه مشروعیت سیاسی دارن و متاسفانه تا جایی که به مشاهده میرسد و سیاست ایالات متحده امریکا را اگر ما در قبال افغانستان مد نظر بگیریم، اعتبار هم در میان جامعه جهانی و به خصوص در نزد امریکایی ها ندارند. ایشان فعلا تنها یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محسوب می شوند. این که آقای غنی قدرت را در اختیار دارند و می خواهند هنوز هم ظاهرا به نمایندگی از افغانستان راهی واشنگتن شوند تا در مورد پیشرفت های مذاکرات صلح با مقامات امریکا در صورتی که او را به حضور بپذیرند با برخی از سناتوران و اعضای کانگرس آن کشور دیدار و گفتگو کنند، یک از آرزوهای آقای غنی است که ما امیدوار هستم این مسافرت صورت بگیره. اما اگر صورت میگرفت، ما فکر میکنم که قبلا باید این مسافرت صورت میگرفت. آنگونه که
سخنچینان ارک میگویند آقای غنی باید روز شنبه به امریکا سفر میکرد، ولی سفر او در این روز انجام نشد و به روز نامعلوم از سوی ارگ ریاست جمهوری حوالت یافت. در ضمن ارگ تلاش دارد که این سفر را رسمی و گویا بر مبنای دعوت قصر سفید نشان دهد. اگر این دعوت از جانب قصر سفید صورت میگرفت، واضحاً آقای ترامپ از رئیس جمهور افغانستان که بر صورت همتایش است معذرت میخواهد. اما چنین استنباط می شود که رئیس جمهور امریکا آقای غنی را به حیث همتای خود قبول ندارند، در حالی که هیچ گونه دعوت رسمی از آقای غنی به امریکا صورت نگرفته بود و احتمال این که او نتواند با هیچ یک از مقامات بلندپایه امریکا دیدار کند بسیار زیاد است. به نظر نمی رسد که در این سفر، اگر این سفر صورت بگیرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حاضر شود آقای غنی را ببیند. رئیس جمهور امریکا اگر قرار می بود با اشرف غنی دیدار کند، قصر سفید از قبل چنین برنامه را اعلام می کرد. حتی من خوب به خاطر دارم سال گذشته که آقای غنی جهت شرکت در جلسات سالیانه سازمان ملل متحد قرار بود که به نیویورک سفر کنند و رئیس جمهور امریکا گفت اگر سفر میکنه سفر کنه، اما چون افغانستان اوضاع خراب است بهتر سفر نکنه چون من هم وقت ندارم. حتی وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، فکر میکنم همین آقای پمپیو بود، گفت من فقط میتونم آقای رئیس جمهور ببینم، اما بر یک ماه من متاسفانه وقتم پر است و هیچ وقت نیست که من رئیس جمهور ببینم. بنابراین من با آقای اشرف غنی توصیه میکنم که چون اوضاع افغانستان خراب است، بنابراین پس به کشور خود برگردن. من اگر شما در آنچه که ما گفتیم کوچکترین چیز خدای نخواسته گزافی یا اضافی یا تبلیغاتی یا خدای نخواسته توهینی و تحقیری اگر شما یافتین، واقعا هم یک مثال معروف است میگه که برای ما قشقه بکشین باز قشقه بکشین. پس نباید انتظار داشت که سفر آقای غنی اگر به امریکا انجام شود سفر پر اهمیت و پر دستاوردی باشد. همین حالا که سفر او به دلایل ناروشن به تاخیر افتاده، یک عالم زن و گمان را تقویت کرده است. احتمال این که امریکا به اشرف غنی اجازه چنین سفری را نداده باشد و یا به عباره دیگر ویزای ورود به این کشور برای او صادر نشده باشد بسیار زیاد است. هرچند غنی تابعیت امریکا را دارد و مثل ما سفر به این کشور به معنای رفتن به خانه اش است، اما در حال حاضر از آنجایی که اگر وی بخواهد با عنوان زمامدار ارگ به امریکا سفر کند، ممکن است که قصر سفید اجازه چنین سفری را به او نداده باشد، مانند که سال گذشته ای اجازه را به ایشان ندادن. آقای غنی از چند به این سو که گفتگوهای صلح امریکا با طالبان وارد مراحل حساس خود شده، در پی لابیگری در میان سیاستمداران امریکایی است تا به این وسیله بتواند برای خود موقعیت دست و پا کند، موقعیتی که در گذشته به اندازه کافی قوی بود، اما در سالهای پسین به دلیل عدم توانایی ایشان در پیشبرد سیاست دقیق و سنجیده شده با کشورهای جهان و جمله کشورهای دارای روابط استراتژیک با افغانستان، بسیار در سطح نازل قرار گرفته است. مقامات بلندپایه امریکا دیگر با آقای غنی به عنوان سیاستمدار خبره، مغز متفکر و توانمند که توانایی اداری یک کشور را داشته باشد نگاه نمی کنند. او از چشم متحدان سابق قد افتاده و به مهره سوخته مبدل شده است و من امیدوار هستم که طی هفته ها یا روزهای آینده آقای غنی بتانه خود سوختگی خود پس علاج کنه که از مهره سوخته تبدیل شود به یک مهره زنده. همان گونه که شاه ایران محمد انور سادات و حسنی مبارک رهبران پیشین مصر در برههای خاصی از زمان از چشم امریکایی ها افتادند، آقای غنی نیز دیگر از چشم امریکایی ها که زمان دست او را به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی بلند کردند افتاده است و حالا بسان یتیم بیپناه این در و آن در را میزند. امید آقای غنی این است که با رفتن به امریکا و لابیگری برای خود موفق شود که
ذهنیت قصه سفید را نسبت به خود و آنچه که در افغانستان میگذرد مساعد سازد. هدف اصلی او یافتن راه حل منطقی و منطبق با منافع ملی کشور برای پایان جنگ و یا رسیدن به توافق با طالبان نیست، بل میخواهد که به بهانه دفاع از جمهوریت امریکایی ها از او به عنوان زمامدار افغانستان حمایت کنند و بگذارند که انتخابات برگزار شود، آن هم انتخاباتی که به او فرصت دهد که با تقلب و مهندسی آرا مانند گذشته خود را بر مردم افغانستان تحمیل نماید. او در حالی از جمهوریت دفاع می کند که چندین دهه پیش بنیانگذار و اساسگذار آن رادمرد بزرگی چون شهید محمد داود خان بود و همچنان زلمه خلیزاد در مصاحبه خود با تولو نیوز موضوع جمهوریت در افغانستان را و رد امارت اسلامی طالبان را جز خطوط سرخ امریکا وانمود کرده بود. به تازه ترین اظهارات آقای غنی در مورد دفاع یا حمایت از جمهوریت که امروز در مراسم ایراد فرموده اند توجه فرمایید تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. آقای رئیس جمهور غنی به طالبان: راه صلح از ارگ ریاست جمهوری میگذرد. رئیس جمهور غنی در اولین واکنش رسمیش پس از لغو دیدار محرمانه با دونالد ترامپ در کمپ دیوید اینجا در برنامه معرفی سرپرست جدید امنیت ملی میگوید که افغانستان برای صلح آماده است، اما این صلح باید به رهبری و مالکیت افغانها باشد و تاکید میکند که نظام جمهوریت و حقوق زنان را هرگز در گفتگوهای صلح معامله نخواهد کرد. من قربانی خوردم سر و سترگو وینم دیسار، اما جمهوریت افغانستان قابل معامله نیست. ایمان طول شخصی جایدادم ورید سر نسار، اما امنیتی و دفاعی قوات افغانستان قابل معامله نیست. من هر قربانی ورید به سر و سترگو، اما حقوق اساسی ده خزو نراد افغانستان قابل معامله نیست. از سوی رئیس جمهوری تاکید می کند که پشتیبانی مردمی از نیروهای امنیتی و دفاعی در 100 سال گذشته پیشینه نداشته است. او تاکید می کند که نیروهای امنیتی و دفاعی با گذشت هر روز قدرتمندتر می شوند و در حال حاضر 90% از عملیات ها از سوی کماندوها و نیروهای قطعات خاص انجام می شود. طالبان فکر کرد که موک دارایی دست بریان رو تو گرد زواب بده زدرکی جملابد. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان نظام های گوناگون را تجربه کرده است و تنها راه حل بحران کنونی در کشور برگزاری انتخابات شفاف است. ما نظام های مختلف تجربه کردیم، نسخه راه حل مشکلات ما نشد. تنها نسخه راه حل بحران های میراثی 40 ساله ما تطبیق قانون اساسی ما و انتخابات آزاد است. در همین حال سرپرست تازه ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که رهبری دشمنان افغانستان در بیرون از کشور با سوء استفاده از نام جهاد و بیچارگی مردم در غربت به جنگ در افغانستان ادامه میدهند. او تاکید میکند که از هیچ تلاش برای خدمت به وطن دریغ نخواهد کرد. رهبری دشمن با استفاده از مکانهای امنی که در بیرون از کشور دارند و با استفاده از بیچارگی، تنگدستی، غربت و احساسات جوانان اونا را استفاده کنه به خاطر منافع شخصی و سلیقه‌ای خودشان. با این همه رئیس پیشین امنیت ملی میگوید کسانی که از حکومت بیرون میشوند نباید رازهای محرم کلان کشوری را علنی کنند. او تاکید میکند که بسیاری ها در مورد امنیت ملی پیش‌داوری میکنند و این ریاست از هر گونه فعالیت سیاسی دوری میکند. جالب است یکی از بینندگان تلویزیون آریانا افغانستان که از طریق فیسبوک برنامه ما رو مشاهده میکنند، نامش را نمیگیرم، نزاکتا از ما گله دارن که چرا در مورد دکتر عبدالله صحبت نمیکنید که 50% قدرت در اختیار داره. بیچاره عبدالله 20% قدرت هم در اختیار نداره. یکی میگن دی کجا، درخت ها کجا. ما در مورد
تغییر سیاست امریکا صحبت میکنم و در موردی که چرا هیئت طالبان به مسافرتشان به امریکا لغو شد و یکی چرا آقای غنی به امریکا نرفت، ایشان میفرمایند چرا در مورد عبدالله صحبت نمیکنی. حتما در مورد عبدالله صحبت میکنم. عبدالله خب فعلا هیچ متن نیست و عبدالله به امریکا دعوت هم نشده و عبدالله زیاد تلاش هم نمیکنه. عبدالله بسیار آدم هوشیار است. ایره شما خانم محترم باید در نظر داشته باشین که عبدالله قدر آدم هوشیار است که میاله هم بس چی میگن هم به میخ میزنه و هم به نعل. او در هیچ مقطع نمیخواد منافع خود از دست بده. به مو دلیل هم است که اینما شما 40 سال است که دکتر عبدالله را یا 30 سال است دکتر عبدالله را در نقشای مختلف میبینیم. این هم سوال برانگیز است. بله من برات در این مورد موافق هستم، اما در این مقالت یا در این تبصره جای یا سخن در مورد عبدالله گفته نشده که من تبصره کنم. اگر دکتر عبدالله هم دعوت می بود حتما در مورد ایشان هم من مرتکب صحبت های می شدم. بر صورت آنچه را که این روزها برخی از سخنگویان برحال و برکنار شده آقای غنی در فضای مجازی نشر می کنند افتضاح است و نشاندهنده جاه‌طلبی و مقام پرستی او در بهبوهه یک جنگ خانمانسوز و ویرانگر در کشور است. جنگی که دیوانوار هر روز ده‌ها تن از مردم بیگناه کشور را میبلد و قربانی میکند. هماکنون فکر میکنم امروز روز هشتم یا نهم است که شهر پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد. در ولایت فرا هم اوضاع آرام نیست، در قندوز هم نارام نیست، ولسوالی ها دست به دست میکرده. یک روز توسط طالبا اشغال میشه یا تصرف میشه، روز دیگر نیروهای امنیتی و نیروهای دفاعی کشور سربازان دلیر کشور ما میرن آزاد میسازن. این راه رسیدن به صلح راه موفقیت نیست که هر روز ما شهرها و ولایت خود از دست بتیم، روز دیگر پس او را به دست بیانه و چهار روز بعد یا پنج روز بعد بازم از دست ما برن. ای کاش جاها، شهرها، قرات، قصبات و پسته هایی را که ما اشغال میکنیم بتانیم اینا را حفظ کنیم، اما این نمیشه که پس از 24 ساعت باز سقوط کنه. شما امروز چی فکر میکنین؟ پس از 7 روز یا 8 روز نه فکر میکنیم روز نهم است که امروز شهر پلخمری در محاصره طالبا قرار داره. چرا 350 هزار نیروی نظامی و امنیتی افغانستان نمیتونه یک شهر خرده از تصرف طالبا خارج کنه؟ در ولایت فرا هم موازی براتون میگم، اگر بمباردمان تیارات امریکایی نمی بود ولایت فرا سقوط کرده بود. من موثق خبر دارم، موثق خبر دارم که افغان ها متاسفانه بر صورت بر دلیلی که بود اینا نتوانستن فرا را نجات بتن، بنابراین اینا دست به دامن امریکایی ها انداختن و زمان اوضاع فروکش کرد، اوضاع به حالت عادی تقریبا برگشت که تیارات امریکایی رفت و بمباردمان کرد و بیش از 100 طالب مردار ساخت. در چنین شرایطی آقای غنی یک نفس از پیروزی در انتخابات آینده خبر میدهد و خود را زعیم دورانساز کشور قلمداد میکند. زعیمی که به گفته دروغ پردازان ارگ ریاست جمهوری تا به امروز افغانستان را از درایت و دوراندیشی او به دور ساخته بود. آقای غنی به جای اینکه به فکر چاره اندیشی برای وضعیت بحرانی و خطرناک کشور مخصوصا شمال افغانستان باشد و از ریخته شدن خونهای بیشتر جلوگیری کند، از جنگ سخن میگوید که به زعم ارگ نشینان شاید تا 40 سال بعد هم ادامه پیدا کند تا به صلح به گفته آنها آبرومندانه و پایدار برسند. وضعیت فعلی کشور دلیل روشن ناکارآمدی دستگاه فعلی حکومت به رهبری دوست عزیزم جناب آقای غنی است و اگر این حکومت باز هم دوام پیدا کند حاصل جز ویرانی و کشتار بیشتر نخواهد داشت. چیغ زدن ها، نعره کشیدن ها، با صدای بلند صحبت کردن ها که گاهی من هم متاسفانه احساساتی میشم و مرتکب این اشتباه یا اشتباهات میشم کار درست نیست. ایره میگن که انسان های احساساتی، از انسان های احساساتی که در انسان های احساسی خوبتر است که شما یک چیز حس کنین و در برابرش یک عمل انجام بتین که مانع کار شوین.
همیشه وقتی که یک ولسوالی، وقتی که یک شهر، وقتی که یک روستا، یک قصبه سقوط میکنه، بعد از او باز نیروهای امنیتی میرن و به کمک مردم و به برای نجات یا برای از سلطه خارج کردن و از اشغال خارج کردن طالبا تلاش میکنن. ای کاش علاج واقعه را قبل از واقعه سنجید. من فکر میکنم در شرایط فعلی تعداد زیاد افغان ها حتی با من در بعضی محافل و مجالس بر میخورن و سوال میکنن که پس غنی که نیکی روز عین صحبت در مورد کرزی میکردن، میفتن کرزی نیکی. من فکر میکنم که در افغانستان هستن افراد و اشخاص دلسوزی که اونا میتونن با دیپلماسی واقعا فعال، با دلسوزی، با متانت این ملت و این کشور از حالت فعلی نجات بخشن، در صورتی که اراده برای خدمت به وطن و دلسوزی به ملت افغانستان موجود باشه. اما اگر ما به فکر ازی باشیم که 5 سال دیگه بازم بر گرده های مردم افغانستان گویا سواری بزنیم، ما فکر میکنم افغانستان از وضعیت بحرانی فعلی بیرون نخواهد شد. بس بر سر گفتگو و سازش با گروه طالبان و گروه های همردیف با آن نیست، بلکه بس اصلی بر سر زعامت و حکومت است که توانایی بسیج دوباره مردم را به دور آرمان ها و منافع واحد ملی داشته باشد. غنی کسی نیست که از چنین درایت متاسفانه برخوردار باشد و یا خواهان این باشد که مردم افغانستان به صورت یک پارچه و متحد برای کشورشان مبارزه کنند. متاسفانه آقای غنی مانند یک تیکدار قومی نفاق و فاصله بین اقوام افغانستان ایجاد کرد، در حالی که میتونست واقعا باعث یک زمین، باعث مظلت میخواییم، یک زمین ملی مصدر خدمات شود که نامش با خطوط طلایی در تاریخ قرن 21 ثبت میشد. اما متاسفانه شرایط فعلی بسیار ناگوار است و افغانستان با وجود ای که امیدواری های را مردم افغانستان دارن و ما باید امیدوار باشیم، اما من فکر نکنم که ما از این حالت بیچارگی و بدبختی نجات پیدا کنیم. میریم به سراغ چند تلفن شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. برای شما سلام بتونم تقدیم میکنم دوست ترجمان، بفرمایید. شکر شما را صحت سلامت میربان هستین. میربان زنده باشین. قراره که شما همیشه بزرگای سیاست مثل شما تحلیل میکردن که هفت ترامپ همه که چیز بور میشه در آخرین تحلیل. وقتی که یک رئیس جمهور سر وزیر خارجه و سر کابینه خود اعتماد نداشته باشه که خودش بخواه یک سند امضا کنه، در آخرین تحلیل همی رقم میشد. و بر یک تعداد مردم ها مسکنیاسب آمدن صلح و نفشان نبود. بله گران تمام میشد برشان. بله گران تمام میشد به خاطر حضی که امی قدرت یک وقت همین مردم ها در جوانیشان در بعض مجالس مظاهرات یا میگرفتن همیشه خاندان شارع و میراث متهم میکدن. و حال خودشان از خودشان به اولادایشان میراث میرسد. همین دور جهاد و مقاومت و هر چیزی که هست مال چیز میشه فقط میراث شده. گفتن درست است. باید قدرت نگاه کنیم. مسکینیان سب سواله که مدارم فقط سر عزیز که این سرنوشت سلح رب دیگه سب به مو قصای افسانه های فلسانه، مگر مسائل انتخابات چی میشه از نظر شما؟ آیا با بوران میره یا انتخابات میشه؟ میدونی اگر لطف کنید. زنده باشین، تشکر. اولی خب من خدمت شما عرض کنم که این یک بنبست موقتی است. به زودی ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ تصمیم خود تغییر میده و اعلان میکنن که مذاکرات صلح با طالبان پس آغاز میشه، اما شرایط آمریکا این بار سنگین تر خواهد بود. واضح است و بعضی گزارش های در
صفحات اجتماعی پخش شدن مبنی بر این که ایالات متحده امریکا نیفتن پینجا تایر جت خود بر بگرام و شیندن فرستاده و یا بعضی گزارش های دیگه که همه هیچ یک از این گزارش ها توسط هیچ منبع رسمی امریکایی و یا خارجی تایید نشده و این گزارش ها گزارش های ساختگی است که هر کس به زعم خود میخواه یک تعبیر و تفسیر از اوضاع داشته باشه. و اما در مورد انتخابات ما فکر نکنم، از آن جایی که من خودم شخصا دنبال میکنم، نه ایالات متحده امریکا طرفدار داری شدن انتخابات است و در روزهای اخیر حتی جامعه اروپا هم از انتخابات حمایت نمی کنند و حتی جامعه اروپایی اعلان کردند که ما کمیشنرهای خود جهت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعزام نمی کنیم. من فکر نکنم از جانب طوری که بارها اعلان کردیم در برنامه امروز هم بود که این مبارزات انتخاباتی هم رنگ و بوی یک انتخابات نداره، فقط هم آقای غنی است که اعلانهای خود نشر میکنه و یک دو کاندید یا سه کاندید دیگه هم مبارزات خود شروع کردن، در حالی که من فکر نکنم که اگر آقای غنی به قدرت باشه و تصمیم نگیره که خود کاندید نکنه برای ریاست جمهوری افغانستان، کس از او بتانه انتخابات ببره. و اگر آقای غنی بخواد به زور رئیس جمهور افغانستان شه، افغانستان به بحران دیگه میره. و این امیل از ابرتان میگم که بحران دومی یا بحران پس از انتخابات یک بحران بسیار مدهش خواهد بود، یک بحران خواهد بود که جنگ‌های داخلی را در افغانستان واقعا افزایش خواهد داد، اگرچه فعلا هم اوضاع در افغانستان آنطور که در سطح داخلی هم آنطور که ما توقعش داریم نیست. مسئله می هفته شهید و افراد بلگرد و خودسر و لومپنه که با استفاده از رنجرهای پلیس و موترهای شخصی امروز ای آشوب و ای حالت بسیار ناگواره در شهر کابل آفریدن و وزارت دفاع و امنیت ملی و وزارت داخلی افغانستان همچنان نظارگر اوضاع و احوال است که منجر به کشته شدن تقریبا فکر میکنم در حدود دو نفر یا سه نفر تابال شده و اینا که نمیتونن مهار کنن همچو بلوها را بگویم یا همچو حالات را که فعلا ما در کابل شاهدش هستیم، چطور میتونن در برابر گروه های حراس افغان مخصوصا طالبا مبارزه کنند در صورت که حمایت امریکا با اونها نباشه؟ تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای مسکین در عرض ادب احترام خدمت من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم، خواهش میکنم بفرمایید. لطفاً شما مهربانی کردین، ما با شما افتخار میکنم. خواهش میکنم، زنده باشین. عمری که پیش روی دارین واقعا صادقانه عمل میکنین، زنده باشین. برای منی که برای تمام هموطنان گرامی قابل افتخار هستین شما. ما همیشه در هر مجلسی که میشینم یاد میکنم که یگانه فدای که امروز هستین شما هستین، صادقانه عمل میکنین و با مردم پیش کش میکنین. آقای مسکینیار، مادر مظلوم ما انسان تولد میکنه یا معذرت میخوایم تعوین است و حیوان تولد میکنه و قول از این امریکایی یک امریکایی کشته میشه و انعکاس اخبارهای اتاقهای فکری امریکایی و از نیویورک تایم و نیویورک پوست و اشپیگل و تماما شبکه‌های جاسوسی انعکاس و اشک تمسامی ریختانده میشه و بالاخره قصر سفید و وایت هاوس و سر صدا بالا میشه. شما قضاوت کنین که از سال 2001 تا امروز میلیون انسان افغانستان کشته و زده و زخمی است، بیش از 5 میلیون انسان با مواد مخدر گرفتار است. من نمیدونم که چگونه دولتی ایجاد شد و چگونه این دموکراسی های مافیایی تقلبی به افغانستان ورود پیدا کرد. آیا ما مادر نداریم؟ اون مادر این اون 4 فرزند نازنینی که قضیه خانه زیر سندی 23 و 24 25 که جوان امروز جان میتن هر گوشه و کنار افغانستان از بدخشان شروع پکتیا و خوست پل خمری و بغلان هیچ جاده ای نیست، حتی شهر 400 ساله عقب مانده به نام خوجیغار و دشت قلک در اونجا مردم مظلوم بیچاره حتی یک گاب یک گوسفندم ثروت سرمایش نیست.
چی گونه دولت است؟ این صداها تریلیون دلار است و این امریکا با F-16 و F-35 و این قدرت های بزرگ غول‌پیکر های اقتصادی است و در پشت از این بانک ها و ثروت سرمایه اینو چکار میکنن؟ دو انسان معیوب به عنوان وزیر دفاع آقای خالد و آقای مسعود اندرابی اینها ما باورمند هستم که اینا زنگولپیچ و پروت یاد ندارن. اینا تخصصی وزارت دفاع روان که صنف اول نظام خواندگی نیستن. آقای مسکینیار من نمیدانم که من جفن میگویم یا همین میدیای افغانستان که اتاقهای فکری فروخته شده های سرسپرده های همین امریکا و انگلیس همون داستان شیطانی آقای ادوارد براون است. آقای سید جمال الدین اسدآبادی است و حسن بناست و قرن 19 است و اینا چگونه با ما دولت نظامی را ایجاد میکنن؟ برای ما ملاسازی کردن، نفاق ملی را دامن زدن، چاخ ساختن، خانه به خانه مردم ما را می جنگانن، کشور ما را تاراج میکنن. هیچ کسی نیست، اس کسی نیست که صدای خود بالا بکنن. آقای غنی هم عنوانش رئیس جمهور است و طرفدارای از این هم میاد سه غنی بابا صدا میکنه. من نمیدانم این غنی بابا مسیر خدمت کدام اقوام شریف افغانستان قرار میگیره. توهین به ملت مظلوم افغانستان است که ایشان به عنوان رئیس جمهور هستن کیا را در رفع قدرت قرار دادن. چه فاجعه بزرگی است که در افغانستان هست. شرماور است یک کشلاق اینا از یک شهر کوچک از چند تا طالب جنایتکار خونخوی نالتی که سرسپرده های همین انگلیس و امریکا پروژه بخش انگلیس و امریکا و در اصل همین امریکا قرار داره داعش و طالب و القاعده را بر افغانستان زیر عنوان ناقضین حقوق بشر و مرکزهای تروریستی ایجاد کردن در پاکستان تسخیر کردن افغانستان با بانجویی که در اونجا مرکز توریسم است. در حال حاضر که توریسم بیشترش همین امریکایی ها هستن. چی روز در سر مردمی بیچاره ما آوردن؟ من نمیدونم این مردمی بیچاره ما چیگونه از این دولت نظام چی آگاهی داریم ما؟ همین سفیر امریکا و انگلیس در افغانستان چیکار میکنه؟ کیا را درش قدرت قرار میده؟ آقای مسکینیانی سوالی است که هیچ ما پاسخ ما پیدا کردن نتونیم. تشکر. خلاص میکنم. کسایی هم میای از این غنی جان دفاع کرده میره و از این عبدالله دفاع کرده میره. این غنی خودش این کسی است که باور کن که اصلا گفتن خود ایشان یاد نداره. یا همین خلیزات کیا هستن اینا؟ ما تشکر سپاسگزاری میکنم. زنده باشین. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام جناب مسکینیار صاحب، عرض ادب دارم خدمت. من بر شما سلام میترم، تقدیم میکنم، خواهش میکنم بفرمایید. تشکر. به موضوع داغ امروز نظر به دستور رئیس جمهور امریکا که لغو مذاکرات طالبا و دولت امریکا شد، این به اساس امود تنش هایی که واکسل عمل هایی که مردم افغانستان در مقابل عملات گسترده طالبان و قتل عام مردم افغانستان داشتن سر، این واکسل عمل های مردم افغانستان بود. اولش ما هم اعتراض کردم که چرا امریکا نمیگن در جریان مذاکرات با طالبان که امی چی کنن، امی قتل قتال مردم را توقف بتنسد. ما خود در حالت مذاکره هستیم. چی هدف و ارمغان داره به مردم افغانستان، چی هدف و ارمغان داره به دولت افغانستان و برای امریکا از امی عملاتی که صورت میگیره قتل عام مردم چی میخوای ثابت بکنه؟ دیگه این کار نکردن سب. حال میخواهی امی دونالد ترامپ با اساس از اینکه یک صفحه دیگر است چی کنن باز بکنن و نمیخواهن امی مردم افغانستان یک تصویر زشت که از قشون سرخ شوروی با جا گذاشته بود در ذهنیت مردم افغانستان، این ذهنیت در قسمت اشغال امریکا است برای سالها و قرنها باقی بمانه. این میخواه سب این ترامپ یک آدم بسیار ساده نیست، این میخواه برای امریکا بسیار خدمت بکنه و وضع اقتصادی مردم بسیار بالا ببرن و دیگه هم سب امرای چاینا و جاپان و اینا هم رقابت بکنن. تشکر سب. پس هم میخواه سب که امو آداب خود برآورده بسازد در منطقه. تشکر. و که از این فرصت میخوان امو مهمات جنگی خود است با بانهای هست که با ما طالبات چی میکنیم، تقویم میکنیم و اینا را نابود میسازیم.
دیگر مهمات جنگی خود در افغانستان زیاد کردن، از خلیج فارس آوردن و توسط امو عملی احتمالی ایران بالای مهمات امریکا در خلیج فارس وم جلوگیری شود و اینا هم در آینده میخواین سب یک عملی احتمالی بالای ایران داشته باشن که او کارم میتهی بدانه که یک بهانه باشه برز. تشکر. و این مذاکرات بعدی پس دوباره آغاز میشه با تعهد این که طالبا اینمی حملات کشندهی که فعلا انجام میتن بالای مردم افغانستان اینمی را متوقف بسازن سب. درست است ولی تشکر. طالبا سب برای 18 سال فعالیت کردن سب که برای نیمی افغانستان به دست آوردن نیمی افغانستان اینا فعالیت میکنن و گلبدین و کرزای هم با اونا شریک بسازن و امی حکمت کرزای سب که اینا میخواین سب که امیر نشان بتن که ما خو هم زید دولت افغانستان اینه میخوی یک نمایندهش بود این در بغل گرفتن فیدن. تشکر سب، تشکر، تشکر، زنده باشین سب، با کمال معذرت. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، به اجازهتون من مرخص میشم برای از اینکه تلفن ها میه اما متاسفانه زود میمانند، هم لاین اشغال میکنند و من از طرف دیگه من نمیتونم تلفن دیگر رو بردارم. کمی که حوصله داشته باشین، یک دو سه دقیقه انتظار بکشین، مطمئن جواب تلفن تون رو میتونم. بر صورت تا برنامه بعدی همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش برایتان آرزو میکنم.